میراسته یک مسجدی است، یک دوسته دای دیگه است که در میراسته سرک سمتر سرک بودن، ایرا تغییر دادن و این تعمیر که است ایده نخچه نبودن، آل در نخچه آمدن. از اینجا شروع میشه تا منطقه که لب دریای قلاوید میگه، تا اون منطقه این میخانه مکمل از بین میره و دونیم سه بسوا بود تقریبا این برای ما 30 لک روپه تمام شده بود. 30 لک روپه؟ بله. شش اتاق داشت دیگه همی چیزی که زندگی ما بود سر زمین مصرف کرده بودیم، آباتی کرده بودیم، الماری جور کرده بودیم همه. امروز تقریبا از ما دیگه نه از اکثریت اهالی دولت شروع است که طرفش از ما دیگه تقریبا دولت تمام شده است. تمام شده است. بعد هم کارخانه گیت پلش چور کنید دیگه دایی چه نبیایی؟ کارخانه گیت رو تا مکتب میکنید. رحمان رحیم. سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز، آرزو دارم که از صحت کامل برخوردار باشین، شب روز شما به خوبی و خوشی بگذره. باسم در خدمت شما قرار گرفتیم از گوشه دیگر از شهر کابل. این ساحه به نام ساحه دیوان بیگی یاد میشه. اگر ما یک قسمت بریم کوتی سنگی میایه و اگر ما پیشتر بریم کمپانی میایه و روبروی یا مستقیما طرف چارای قنبر میایه. اینجا خانه ها و دکان ها و بعض از چیزهایی که بود متاسفانه تخریب شده و خوشبختانه سرک ساخته میشه. دقیق معلومات ندارم که از کجا شروع شده به کجا ادامه داره و در حدود چند متر عرض داره و چند متر طول داره و آغاز تخریب خانه ها از چه مدت آغاز شده و نگفتن مانه که ماشین همچنان اموجا از تخریب میکنن و هموطنای ما را اموجا آمدن به خاطر بازدید کار شاروالی کابل. شما بیننده باشین، صحبت بیشتر میداشته باشم با هموطنای ما. بریم هم تو بیشتر ببینم هموطنای ما چه حرفایی دارم. برنامه هستیم، خوشبختانه با هموطنای ما میجا ساده هستیم، صحبت های بیشتر میداشته باشم، از اینا معلومات بیشتر حاصل میکنیم. سلام، وقت شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. شکر، سلام، از زنده باشین. پدر خوب هستین؟ سلامت جانک دانجور است. شکر، سلام، از زنده باشین. برای ما بگوین شما کارگر هستین؟ بله. و شما؟ امام زمین است. خود زمین بود یا خانه بود؟ خانه هم. دقیقا چقدرش به نقشه رفته؟ اینمی تقریبا نکه دو بسوات دونیم بسوات شاید بیا دو بسوات دونیم بسوات. خب چقدر پیشتر بر شما شارولی کابل وقت داد تا امو شاید درخت بوده باشه، شاید چاردیوالی بوده باشه شما تخریب کنید؟ بالا بر ما وقت کم داد شارولی کابل. کم داد؟ اون چهار روز پنج روز وقت دادی چون وقت کسی که نداشت. آغاز تخریب شان چند روز میشه دقیقا؟ تقریبا دین روز شروع به سه روز میشه. سه روز میشه. خب شما کارگر هستین، میشه بر ما بگوین که مربوط خود شاروالی میشین یا افراد اشخاصی که اینجا زمین ها و خانه هایشان به تخریب رفته شما را به اجاره گرفتن؟ سلامت باشین. این خانه از دوستا سی برادر باجیم است. بسیار عالی. دیگه اینا گفتن که خانه ما در نقشه سرک رفتن، شما بیاین. اینمی ای اصلا اتاق دو اتاق یک دالیز داشت دادن، درخت در بین ازی بود، کس همسایه میشش بازو بیچارام از اینجا کوچ کده رفت. دیگه به ما چیزش تخریبش ما آمدیم، اینه تقریبا از روز پنجشنبه شروع کردیم تا امروز ما تخریب کردیم. خلاص شد یا هنوز هم مانده؟ دیگه امروز تقریبا از ما دیگه نه از اکثریت اهالی دولت شروع است که طرفش از ما دیگه تقریبا دولت تمام شده است. تمام شده است. خب میخوام از شما پرسان کنم، دو بسوی زمین شما به نقشه رفته، آیا کدام حق و حقوق زیر نظر گرفته شده بر شما؟ حتما دیگه شورای کابل هم تصمیم دوباره گرفته. کدام وعده دادن؟ بله. چی گفت؟ وکیل ما گفت که این چیزی که انشاءالله براتون امیدیم تخریب میشه، مثلا خانهایتون مصرفتون دیگه بنا به خود این چی میشه. از قوالی خودتان بر ما بگو، آیا قوالی شرعی بوده، عرفی بوده؟ عرفی است، قوالی عرفی است. قوالی عرفی. بله. بیا خدا مهربان است، تقاضای خودت از دولت چی میباشه؟ دیگه تقاضا نداره، دیگه تقاضا تخریب شده میخوانم جای ما زمین ما را دیگه نمیده، بارش باید فکر کنه
به خدا میره. توکل ان شاء الله میشه. میگه پشت هر تاریکی روشنی. آه بله صافی شه. خدا میره. من بسیار تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما هم که زحمت کشیدین و مردم عالی را خانهشان که ویران شدن شما انعکاس میتین به دولت. تشکر از شما. سلامت باشین. بخیر باشین. دوستان همینجا هموطنای ما جمع شدن. بعضی‌ها به خاطر دیدن و کار شروع میهن تخریب و اینم ساحه دیوانبیگی است. خانه ها، دکان ها، بلند منزل ها، تمام چیز در ساحه دیوانبیگی که بود حالا دیگه تخریب میشه و دقیقا از آغاز تخریب خانه ها 3 روز گذشته و همینجا هم وطنای ما هستن. ما صحبتاشون میداشته باشم. خدا مهربان است که یک مسئول پیدا کنم ببینم بر خودشان وقت دادن. اینا خودشان دست به کار شدن و همکاری میکنن با شاروالی کابل. بریم پیش بریم. سلام. سلام، خوب هستین؟ ستمن جانکتان جور هسته؟ شکر، سلامت. شما کاریگر هستین یا صاحب خانه جور؟ هیچ از ما چیزی نیستین، همه تا آمدین تیر میشت. خب امیر رقم آمدین یک بار سیل میکنیم. درست هسته؟ چطور از به نظر شما تخریب خانه ها و ساخت سرک؟ والا یک کاری هست که خوب. سرک آمده و ما چیز گفته نمیتونیم، کار دولت رو بریم. کار دولت است. خوب شده به نظرتان یا؟ بله خوبتر میشه، خامخا خوب میشه که بده اگه با مردم یک رای سهولت پیدا میشه چیزی دیگه. بله سلام به شما همچنان. سلام خوب هستین؟ خوب هستین سرطان؟ خوب جانجا سلامت باشین. خانه شما خوب نقشه نرفته؟ نه نرفته. شما به گفته ما هم تا راه گذر هستین یا یک بار میبینید؟ نه باشنده از این محل هستم. باشنده محل هستم. بله بله. از همسایه خوب نقشه رفته؟ بله بله رفته. همسایه چی میگن؟ چی گفتنی های دارن وقتی که خانه هایشان به نقشه رفتن؟ تقریبا این نقشه یک چیز تغییر کرد. تغییر کرد از خاطر که دی مسجد ها دی میرسه، یک مسجدی است یک دو سه تای دیگه است که در میرسته سرک سنتر سرک بودن، این را تغییر دادن و این تعمیر که است این در نقشه نبودن، آل در نقشه آمدن، از همین خاطر سرک تغییر دادن و این که در سنتر سرک بودن و این نقشه قدیمی بود از وقت داوود خان بودن. بله. این مسجد ها میرفتن آل دیگه امارت این مسجد ها را پشت کردن، سرک تغییر دادن و این مردم آمادم نبودن در این سرک آماده هم نموند، ولی این مردمی که بودن در سمتر وقت که نقشه قدیمه بود و آماده بودن دیگه. از این خاطر این مردم یک کم مشکلات دیدن. بخاطر مسجد ها نقشه تغییر کرد؟ بله 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 تغییر کرد. گفته این که از دوران داوود خان این نقشه است، درست است؟ بعد از داوود خان چند دانه پاچای دیگه یا چند دانه دیگه رفت آمد؟ بله. دلیلش چیز که این نقشه چرا تطبیق نشد؟ نمیفهم دیگه، او کار دولت بود که چطور تطبیق نکرد یا امکانات نداشت و ما نمیفهم دیگه. حال تطبیقش میکنم ولی نقشه را تغییر داد. دقیقا چند خانه به نظر شما دیجه به نقشه رفته باشه؟ تقریبا 2.5 خانه در نقشه. 2.5 که تقریبا از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه؟ نزدیج شروع میشه تا منطقه که لب دریای قلاوید میگه، تا اون منطقه این میخانه مکمل از بین میره و فکر کنم همین سرک هم 40 متر برش هست اینا متامیدیم دمی راستت چیزی که خانه هست تخریب میشه. بسیار عالی. نظر شما درباره ساخت ساز بالخصوص سرک چی میباشه؟ خوب است، سرک خوب است، برای مردم ها سهولت میشه، ولی خب یگانه چیز است که یگان مشکلات های هستن. مثلا مردم های هستن که آماده نیستن، خانه هاش میرن در زمستانی کجا برن و یک سرپناه ندارن و روزگارش هم خراب است، کاروبارم نیست دیگه. این مشکلات کلان است. به خدا مهربانه که این مشکلات ها بخیر حل شد. بسیار تشکر از اینکه همچنان از شما. سلامت باشه. وقت خوش. دوزده هم بیشتر است. این طفلک هم آمدن. ما همیشه بر از اینا میگم که خدای نخواسته اوگار نشه اینا لباس در ساحه کاری میاین، اما بازدید هموطنای ما بیشتر از هر کسی که جه یک بار ره گذر آمست استاده میشن، میخواین که تماشا کنن و خرسند به ای هستن که وطن ما شما ساخته میشه. دوستا دقیقا چندین مسجد بوده در ایجا که مسجد همین رقم است؟ یک دار شاید هم یک چند خانه دورتر دیگه یک مسجد دیگه بوده باشه و اینا یکی از خانه های دیگه که هم به نقشه رفته و تخریب میشه متاسفانه و یا هم یک بلند منزله که فکر کنم تا جایی که من فکر میکنم که دقیقا یک 3 منزله باشه. اینجا زیاد است هموطنهای ما، هموطنهای ما زیاد است که بعضی هایشون حتی به بازدید آمدن. طفلان زیاد است. باش مرای خود پیدا کنم صحبت کنم با هموطنهای ما و طفلان بیشتر است و
تخریبات هم به شدت جریان داره. ببینم کی رو پیدا میکنم تا امراشون صحبت کنم، به خاطر که چه طفلام زیاد است. من یک رقم رای خدا گم میکنم. خوب استی؟ جانه کجا است؟ بخیر. خانه کجا؟ خانه دیواندگی. خوی اینجا چرا آمدی؟ اینجا چرا آمدی؟ اینجا همو تو آمدیم سر میکنیم. آلو بیا در اگه خدای نخواسته خود توبار شوه، اینی کلش در تخریب است. یک دانه اگه خوشتش بفته سر خدای نخواسته جای به جای میشه. این در شما مام کدام چیزی را؟ ما خوب بازوسی میگرزیم. نه خود اگه اینه خوب نیست که چه بیایی، به خاطر که خدای نخواسته خود توبار میشی. چرا مکتب نمیری؟ چرا در خانه نمیباشی؟ مکتب رفتی؟ از مکتب کامدی همی جستی دیگر خود در مکتب اتمن کدام کارخانگی چیز میزخمه تنه؟ خب باید هم کارخانگی های تکل شد جور کنی دیگر، در ایچه نبیایی؟ کارخانگی ها را در مکتب میکنیم. نه در خانه بکن، کارخانگی به خانه است یا نه در خانه باشه. خب این میان دیگر از این میجه باید خانه بیدی سیست؟ میری بخی؟ بخی دیگر بخی خانه بره. چقدر خوب بچه بود این نام خدایی بچک. کمی که گفتم که برو خانه، این بچه هست مچه من نمیفهم که اینا خانه میرن نمیرن. بیدارا برین دیگر خانه برین که اینجا جای کار است. خدای نخواسته بر شاروالی هم مزایمت میشه و به این مردم که اینجا تخریب دارن. دوستای عزیز، یکی از بزرگا هم ایچه ها که نارم استاد هستن و نگفتن همونه که به نهایت خاک است. خاک به خاطر عزیز که همون دیوارهای قدیمی باز یک رقم خاک داره. سای سلام علیکم. سلام علیکم. خوب استین ستمن جانک؟ باید خدا شما جور استین. خوب استین. سلامت زنده باشید. ای خانه کنه خانه بوده فکر کنم چطور؟ این خانه تقریبا از 50 سال پیش بوده دیگه. از 50 سال پیش است؟ همون خاکای 50 سال پیش است؟ بله ها. به خاطر که خاک است که بخی دیگه چشمای ما یک رقم این چی شد؟ بله ها همونطور. این خانه از خودتان است؟ بله این خانه از خودم بود. تقریبا یک 5 سال پیش من این را خریده بودم. 5 سال پیش خریده بودین؟ چند بسوه بود؟ دو نیم سه بسوه بود. تقریبا این برای من 30 لک روپه تمام شده بود. 30 لک روپه؟ بله. چند اتاق داشت؟ چقدر جای داشت؟ 6 اتاق داشت دیگه، دو حمام داشت، دو تشناب بدرف داشت. 6 اتاق داشت دیگه. چیزی که زندگی ما بود سر از این مصرف کرده بودیم، آباتی کرده بودیم، الماری جور کرده بودیم، همه کارهای از ایره ما تکمیل کرده بودیم. خواهینا آمد نقشه، آمد نقشه سرش آمد و بیران شد. تنها بودی یا بچه ها و عروس ها و کسی بود؟ دو تا عروس هم کده من بود. دو تا عروس هم بود. بله. فعلا کجا رفتی؟ خانه کرایه گرفتی؟ فعلا در خانه واحد یک خانه را کرا گرفتیم به 7500. سه اتاقه. 7500؟ بله ها. از این جایداد برتان چیز وعده کرده؟ کدام زمینه؟ کدام مقدار پوله؟ زمین خوب وعده نکرده به حساب آباتی از این یک چی گرفته اندازه گیری کرده که اول پیسی آباتی رو میدیم درباره زمینش باز گپ میزنیم دیگه. هنوز برای ما چیزی در جریان معلوم نیست. جریان معلوم نیست. تقاضای خود چی میباشه؟ تقاضای ما همی است که اول باید برای ما یک خانه یک سرپناه میداد. ما از جمعه برا آمدیم اونجا. حال ما 7500 مردم همه که بیکار، 7500 کرا از کجا میشه؟ والا مشکل است. 7500 مشکل است. انشاءالله بخیر. حتما وعده که کردن رو وعده خدا نستاده هستن، چون تنها ساحه دیوان بیگی تخریب نشده، قسمت های دیگر همچنان تخریب شده و مو پولشان حتما دادن. بله. با امید از این که پول شما را همچنان بتن، چون شما مستحق هستین و گفتین که باید. بله بله، ما هم سند عرفی داریم، هم سند شرعی داریم. شرعی از یک دپالی ما یک همسایه بود، یک بسوه پیش از او است. سند شرعی پیش از او است. سند عرفی دو سند عرفی ما دارم که هم نفر سابق خریده بود هم ما خریدیم. هر دو قواله عرفی پیش ما موجود است. شاروالی کابل شما را چه مدت وقت داد تا امو لوازمتان انتقال بتین به جای دیگه و امی کلکین و دروازه و بعضی چیزهای دیگه است که باید خودتان انتقال بتین؟ یک هفته. یک هفته از او شنبه بود تا ای شنبه. این امروز دین روز یک شنبه بود. اسکاواتور آورده بیران میکنه. اینه میبینید خانه ما هم جریان داره. مزدورکارا از آنها بمبایش لچ میکنن. بس چوب چختیاشو جدا میکنن که ببرن. میفهم که ناراحت هستی بسیار، به خاطر از این که گفتی که من چیزی که سرمایه داشتم حتی از همه چیز که دمو آب مهم تر است. بله بله. که یک دانه بمبا یا چا همچنان اینا دولی خدان داشتن. خیر ببینید از تام تشکر. صحبت کردین. خیر ببینید. زنده باشین. تشکر. دوستای عزیز، اینم یکی از خانه هایی که در ساحه دیوان بیگی موقعیت داره و در حال تخریب شدن است. من صحبت داشته باشم بیادر ما، اگر یک ذره که طرفتر بیاییم کمره ما شما را تصویرهایتان داشته باشن. خوب هستین؟ حتما. جانکتان جور است؟ کاریگر هستی یا عضو فامیل؟ نه کاریگر هستی. کاریگر هستی؟ بله. چطور است کاربار؟ چطور است؟ کاربار والا نیست.
نیست؟ نه بابا. اینجا خیلی چطور؟ امروز تازه آمدی. امروز تازه آمدی. قدر ساخت و ساز است، قدر تخریبات است. من میگم چوک میام پس خانه میریم. روز چند میدید اینجا؟ 400 روپه. روز 400. آه. خدا مهربانه. آه بشکت خدا مهربانه. تشویش نکن، توکل به خدا. دوستای عزیز، تخریب خانه ها در ساحه دیوان بیگی آغاز شده و اینجا همچنان سرک است. سرک دیوان بیگی به طرف قلای واید میره. اینجا بیادرهای ما نشستن، صحبت های من نمیفهم میداشته باشن همراه ما یا نه. سلام علیکم بیادر. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر. جانت تانجور هست؟ چطور که اینجا آمدی نشستی؟ والا طبیعت ما خراب است، سایکو گډوډی را سایکو دایي اخیرا سایکو مردوم به خانه کړه خو کیوا طبیعت خراب است. من گفتم خوشحال هستی به خاطر که سرک خوشحال است. میالی دایي مقدر مردوم خاید کجا بره کجا بشینه قال د تمام دیوان بیگی د کوم صاحب بگرد والا که یک خانی کرای پیدا شوه خاید خیمه زندگی میشه. خدا مهربان است. خدا خو مهربان است که یک دفعه برف بباره باز خدا میگه کال مهربان است. خدا یک تا آل خوش نشدی که سرک ساخته شده؟ والا خوش خواستم خواهی مردم خپه بایستم که مردم بخونه شد. بیا خدا می روانست. تشکر. بخیر باشه. خوش کنم نفتم یک بار. سلام علیکم. خوب هستیم؟ والیکم. اگر خواهم ما گپ نمی زدیم خفه خو نیستین از ما. نه انشالله. من گفتم خدای نخواسته امروی من خفه نباشین یک بار. نه. خونه هم اینجاست؟ آه. بنقشه رفته یا نه؟ نه. خوش شکر. شکر که بنقشه رفته. خیلی دیگه موقعیت خانه شما خوبش آمده. آه خوب شده. بخیر. خوب شده. کدام تصمیم خونه دارین؟ کدام دکان و کدام چیز میز جل کنین؟ دارم پلان. دامی سرکارا که تیر شد باز دارم یک تصمیم است. بسیار عالی، بسیار عالی. به نظر تو چطور شده؟ ای که میبینیم حالا دیگه هر جای سرک ساخته میشه. آه آله خیلی خوب شد. سرکا آزاد شد و مردم سهولت شد. خیلی خوب شد آله خوب. بیا خدا مهربانه که دیگه همچنان خوب و خوب تر شد. آمین. وطن ما و شما آباد شد. آم وطن آباد شد خیلی. ای تفلکات است. آه. نام خدا. بسیار تشکر. خیر. بخیر باشید. دوستای عزیز، امروز آمدم به ساحه دیوان بیگی شهر کابل. سلسله ساخت ساز در شهر کابل و اینم ساحه دیوان بیگیه که از سرک دیوان بیگی تخریب خانه ها شروع شده تا قلای وایده. بعد این قسمت خانه ها، بلند منزل ها، دکان ها، شرکت ها، هر آن چیزی که بود در نقشه شهروالی کابل رفته و تخریب میشه و شهروالی کابل تصمیم گرفته که این قسمت همچنان مثل سرک های گذشته مقبول زیباتر بسازه. ما خوشحال میشیم که میبینیم سرک ها ساخته میشه، چارایی ها ساخته میشه، کوچه و پس کوچه شهر کابل ساخته میشه. شما بیننده ویدیوهای بیشتر ما باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، نظریات نیک بفرستین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.